شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. همان گونه که در جلسات گذشته به آگاهیتون رسوند، نگاه و نظر درباره موضوعهای اجتماعی و جامعه و جنبه های مختلف و متفاوت اون هست که به اینجا رسیدیم که ما با 8 نهاد یا اینستیتوشن اساسی روبرو هستیم که یکی از اونها سیاست هست. و طی چند جلسه گذشته این فرصت پیدا شد که با آقای دکتر آرام حسامی درباره آنچه که معمولا در محیط علمی و دانشگاهی درباره موضوع سیاست به عنوان مقدمات گفتگو میشه سخنی داشته باشیم. من خوشحالم که امروز نیست در این برنامه آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی دانشگاه، رو بر روی خط داریم از شرق امریکا و گفتگو رو با ایشون آغاز میکنیم. آقای دکتر حسامی، بسیار خوش آمدید و خوشحالم که مجدداً فرصت گفتگو رو با شما پیدا کردم. با درود و سلام به شما و شنوندگانتون. ممنون از محبتتون. آقای دکتر، من به این نکته اشاره کنم که ما مانند همه کلاس‌های مقدماتی جامعه شناسی، مثلا جامعه شناسی سیاسی و به ویژه علوم سیاسی، گفتگو رو درباره آنچه که سیاست به عنوان علم دولت و حکومت هست آغاز کردیم و ناچار باز مانند همه از سقراط به ویژه افلاطون و بعداً شاگرد او ارسطو سخن گفتیم و به اینجا رسیدیم که اونها 3 نوع حکومت خوب، یعنی حکومت فیلسوف پادشاه به عنوان یک نفر، حکومت آریستوکراسی یعنی نخبگان و برگزیدگان چند نفره، و دموکراسی، حکومت همه یا مردم رو ارائه میدن. ولی از اونجایی که حکومت دموکراسی یا حکومت مردم بر مردم در اون زمان به دلیل عدم آگاهی و آشنایی مردم به موضوعهای اجتماعی و سیاسی و حتی بیسوادی شاید 98-99% مردم، اونها رو به اینجا رسون که این حکومت احتمالاً به نوعی حکومت آنارشی یا بدون حکومت تبدیل میشه و حکومت آریستوکراسی برمیگرده به شرایط و موقعیتی که ممکنه یک نظام اجتماعی داشته باشه، و در نتیجه سخن بیشتر به روی حکومت‌هایی رفت که یک نفره هستن، حالا به عنوان حاکم، حکمران، پادشاه، سلطان و یا نام‌های دیگر، امپراتور در جهان از زمان اونها یا بعد از اون آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. و به نظر میرسه که مناسب اون هست که ما هم این مسیر رو حداقل در خلاصه و کلیاتش، نه بحث تاریخی، پیش ببریم تا بتونیم زمینه و مقدمه رو برای دنیای امروز و آنچه که امروز حکومت‌های جهان هست، به ویژه حکومت دموکراسی که ادعای به یک اعتبار اگر نه همه کشورها بیشتر کشورهاست برسیم. خوشحال میشم که گفتگو رو شما آغاز بفرمایید. بله، اگه اجازه بدید من یه توضیح بدم، چون بعضیا از من پرسیدن، بعضیا که برنامه رو گوش میکنن و بعد مثل که شما 2-3 دفعه اینو پخش میکنید، توی یوتیوب هم هست گوش میکنن، یک پرسش رو مطرح کردن که من فکر کنم اینجا لازم باشه جواب بدیم. ببینید، بحث این است که چرا هم دکتر هلاکویی هم بنده از غرب شروع کردیم و از یونان و داریم در حقیقت سیر اندیشه سیاسی رو در غرب کند و کاو میکنیم. چرا برای جامعه‌ای که الان ایرانی زبان و ایرانی هست این لازمه؟ من 2 نکته رو بگم، همونجوری که دکترم الان فرمودن، یکی مسئله
علوم و علم سیاست یا جامعه شناسی سیاسی یا در واقع اندیشه سیاسی مطرحه که خب اکثرش به غرب برمیگرده لاقل آغازش. ولی این روی کردی رو که من فکر کنم هم دکتر راکویی هم بنده داریم، یه چیزی درش مستتر هست که قابل بحث هست و من دلم میخواد این روشن بشه. ببینید بعضی موقع بعضی از تئوری ها الان هم در ایران رایج هست که ایران یک کشور ویژه و مخصوصه، بنابراین مسئله تطبیق یا مقایسه ایران با کشورهای غربی و تجربیات غرب مخصوصا در مورد مسائل اجتماعی داش سیاسی اجتماعی سیاسی ممکنه الزاماً راهگشای کار نباشه. یا اینکه شنیدید که بعضی از دوستان صحبت از یک دموکراسی بومی میکنن یا یک سیاست بومی یا محلی در ایران یا یک دموکراسی دینی بومی در ایران میکنن و بنابراین مسئله رو خیلی در واقع در چارچوب یا قالب اون نسبیت گرایی فرهنگی اقتصادی سیاسی میبینن. بحثی رو که ما شروع کردیم با جناب دکتر در واقع یک چیزایی درش یک رویکردی رو ما داریم پیش میبریم که به نظر من لازمه اینجا من یه توضیح بدم و دکترم مطمئنم حرفی برای گفتن اینجا دارن و اونم این است که بسیاری از مسائل و مواردی که ما فکر میکنیم ویژگی داره هم در مورد شخص هم در مورد فرهنگ در واقع یک نوع تجربه و یک نوع جهان شمولی درشه، یعنی در حقیقت در تمام دنیا در تمام جهان این تجربه وجود داره، نهادها وجود داره. به عنوان مثال میگم دکتر به نهادهای متفاوتی اشاره کردن اون هشت نهاد، ولی ببینید خانه و خانواده، روابط به اصطلاح انسانی، نهادهایی که مدرسه، دانشگاه، ارزم بزرگ مذهب و کلیسا و حکومت و سیاست یک حالت جهانی داره، یعنی تجربه ایست که همه جوامع انسانها، جوامع اجتماعی انسانی باش روبرو هن. بنابراین این حالت ویژگی و مخصوص بودن یا بومی بودن یا نسبیت یک جوری کمرنگ میشه. این به این معنا نیست که ویژگی های وجود نداره، این به این معنا هست که اون چی که ما مشترکن تجربه کردیم و میکنیم خیلی با بقیه دنیا و بقیه انسان ها مشترکه. و بنابراین بحثی که ما شروع کردیم راجع به سیر حکومت ها یا اندیشه سیاسی به طور مشخص به ایران و تجربه ایران و ایرانیان چه در گذشته و چه الان مربوط میشه. من دو نمونه میگم که بعد دلم میخواد ببینم دکترم هر موردی رو فکر کنن من یادم رفته یا لازمه بگم در این راستا بگن. ببینید هم نهاد قدرت و سیاست یا حکومت، هم نهاد مذهب، دو نهاد بسیار بسیار کلیدی در تمام دنیا بوده و هست. و اینکه ما این رو در غرب داریم دنبال میکنیم و به انواع و به اصطلاح انواع مختلف حکومت ها اشاره میکنیم این است که ببینید که در یک مقطع زمانی که الان باشه چگونه تجربه غرب میتونه راهگشا باشه و چه بسا این تجربه‌ای که غرب داشته بسیار بسیار در مورد ایران و در مورد وضع کنونی ایران حرفی برای گفتن داشته باشه و تطبیقش در واقع راهگشا باشه. دکتر من اینجا استاپ میکنم ببینم شما راجع به این دو مورد اگر. بله با کمال میل. اشاره فرمودید که برخی از دوستان این نگاه و نظر داشتن که البته حق دارن به خاطر اینکه این مباحث رو از هر کجا میشه شروع کرد، ولی اگر شما در دانشگاه های غرب وارد بحث به حال کلاس های مقدمات علوم سیاسی و یا جامعه شناسی سیاسی تشبه ببرید و یا در ایران خود ما، حتی میدونید ما در دانشگاه حقوق دانشگاه تهران یکی
در حقیقت حقوق قضایی داشتیم و یکی سیاسی، یعنی اصلا کسانی که لیسانس علوم سیاسی رو میگرفتن. ولی من چون همونجا هم جامعه شناسی سیاسی، گرچه من در دانشکده علوم اجتماعی بودم، یک مدت کمی درس دادم، ما درباره دو کار میتونستیم بکنیم. یکی اینکه میتونستیم درباره تاریخ صحبت کنیم و در این زمینه اولا بحث و گفتگو بسیاره، به گونه ای اون رو خلاصه کردن مشکله و غالب اوقات هم به دلیل آنچه که در تاریخ هست، مثلا تاریخ گذشته که با اشکالات و ابهامات و گرفتاری های بسیار، حتی میشه به راحتی گفت با راست و دروغ های فراوان همراهه، به جایی نمی رسیدیم. حتی من خاطرم هست که در مقدمات بحث فرض بفرمایید علوم سیاسی یا حکومت یا دولت، مثلا عنوان درس مثلا حکومت بود، شما باز از افلاطون و ارسطو آغاز میکردید. برای اینکه اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی مشخصی گرچه در نوشته های ایران بود، ولی نه اون اندازه که یا خارج توجهش رو جلب کنه نه داخل. این نکته رو من عرض کنم، حالا که فرمودید، ما در قرن ششم، هفتم تا دهم میلادی بدون تردید در زمینه های مختلف علم و هنر و فلسفه، به ویژه علوم اساسی از فیزیک و ریاضی و شیمی گرفته تا حتی بیولوژی و نوعی پزشکی، در حد اروپا بودیم. یعنی به همین جاست که بسیاری معتقدن آنچه که ما در کارهای فرض کنید بوعلی که اشاره کرد، بوعلی سینا یا فارابی یا محمد زکریای رازی یا ابوریحان بیرونی یا خیام و بزرگان دیگر میبینیم، در همون زمان موضوع ریاضیات یا مخصوصا اون زمان ماجرای اخترشناسی و آگاهی های بیشتر، حتی در جهت پزشکی و معالجه بیماران که ما در آثار ابو علی سینا میبینیم، معادل پزشکی و دانشی بود که در اروپا وجود داشت. و به همین جهت است که حرف این بود که میتونستیم ما اصلا چون در اون حد و سطح بودیم، در یه زمین های حتی برتر، چه از نظر ادبی چه از نظر فلسفه اولا یا متافیزیک و الهیات، حتی از اونها هم جلو بزنیم. ولی اونها با پر علم پرواز کردند و ما با پایه مذهب و عرفان و متاسفانه آسیبی که از جانب مغول‌ها بهمون خورد به یک بار نشستیم. یعنی دوتا جامعه‌ای که چیزی شاید نزدیک حالا 1000 سال، 1100 سال، 1200 سال قبل شبیه و ماننده هم بودن، یکی اوج گرفت و دیگری سر جای خودش باقی موند. و به همین جد است که بحث و اندیشه سیاسی اونقدر نبود. استاد عزیز و برجسته ای که مدتی هم رئیس گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران بودن، من اون زمانی که اتفاقا استخدام شدم، آقای دکتر غلام عباس، غلام حسین صدیقی بودن، همون کسی که اتفاقا شاه بهش پیشنهاد نخست وزیری رو کرد و اون چون مشروط کرد قبول نخست وزیری رو، با اینکه شاه در ایران بمونه و نره، برخلاف آقای بختیار، ایشون کنار زده شدن و آقای بختیار نخست وزیر رو پذیرفتن. ایشون در این حال رئیس انجمن جامعه شناسان ایران بوده. ایشون یه درسی داشتن سالهای سال، شاید بیش از 20 سال، به اسم اجتماعیات در ادبیات فارسی. اجتماعیات در ادبیات فارسی یه عنوان خیلی خاصی بود و در اونجا بحث نگاه و نظرگاه های سیاسی و اقتصادی یا اینها که در ادبیات فارسی بود رو درس میدادن، ولی محدود بود. یعنی آگاهی ما از نظر این که در ایران بزرگان ایران در جهت سیاست چه کردن، شاید نقطه ضعیف کار علوم اجتماعی و یا اون ادبیات ایران بود یا آنچه که باقی مانده بود. و به همین جهت بود که من یادم هست در کلاس های مختلف دورهای لیسانس، حتی فوق لیسانس، بعد دکترای علوم سیاسی، شما همچنان درگیر اندیشه و فلسفه غرب بودید، درست مانند بسیاری از رشته‌های علمی یا حتی فرض کنید اقتصاد،
که ما وقتی در اقتصاد تا سال اول یا سالهای بعد که من در دوره لیسانس بعد فوق لیسانس خودم در رشته اقتصاد، ما هر کتابی که داشتیم که استادان می نوشتن، من در دو تا کتاب، یک کتاب ارز آقای دکتر مشکات، یک کتاب سیستم پولی بین المللی، چون موقع دانشجو دوره فوق لیسانس بودم و به هر حال با ایشون همکاری داشتم، کتاب پول رو خودشون نوشتن، ولی کتاب ارز و سیستم پول بین المللی رو من در اشتخالت داشتم اون زمان که تزم رو با ایشون به عنوان رئیس گروه هم می گذراندم. ما تقریبا 1% اطلاعاتی که در اونجا می ذاشتیم مربوط به خود ایران نبود، یعنی ما دانش خاصی، اونم تازه دانشی که حد فاصل میان علوم تجربی و علوم انسانی است، یعنی اقتصاد، همچنان در اون زمینه که با چیزی برای گفتن و شنیدن می داشتیم خبری نبود. بنابراین ما ناچار وقتی بحث سیاست رو آغاز کردیم، همونطور که آقای دکتر حسامی اشاره فرمودن، سراغ کاری رفتیم که همه جا داره میشه، حتی در خود ایران در رشته‌های علوم سیاسی یا حقوق سیاسی که اون بود، یا جامعه شناسی سیاسی، و یا به هر حال آنچه که دور و بر این موضوع میچرخه، یا بعداً مسائل حقوقی و قانونی و قضایی که بهش خواهیم رسید. ولی اونچه که شنوندگان خوب عزیز ممکنه منتظرش باشن رو متوجهیم، ولی اونقدرها حرف برای گفتن و استناد به نوشته های بزرگان خودمون در این زمینه نداشتیم. و بعدم عرض کردم بحث تاریخ، من خاطرم هست که میگفتم مثل تار یخه، یعنی یه تاریست که یخی خیلی زود آب میشه، و حتی درباره موضوعی مهم ما خیلی از اوقات شک داریم که اصلا این حادثه و اتفاق بوده یا نبوده، تازه بوده این گونه بوده یا نبوده، به خاطر اینکه تاریخ با طرفداری کامل نوشته میشد. ما مثلا افتخار میکردیم که نادرشاه 12 بار به هندوستان لشکر کشید و چنین چان کرد. من خودم به یه شهری در هندوستان رفتم و یه مجسمه یه آدم کریه بدی رو دیدم، گفتم کیه؟ گفتن این نادرشاست، برای که از در اونا یه کسی آمده به کشورشون حمله کرده، به یک اعتبار ثروتشون و تا اون الماس اگر اشتباه نکنم نور رو برده و و و و اون همه آدم رو هم کشته، تا به خاطر یه تیری که به اطرافیانش انداختن گفته شده 120,000 نفر رو کشته یا کور کرده. حالا یه چنین تاریخی که با این همه جانبداری و موافقت و مخالفت که عکس همند نوشته میشه، درست مثل تاریخی ما برای جنگ جهانی اول و دوم نوشتیم که اگر آلمان ها و ایتالیا یا پیروز شده بودن اینجور دیگه می نوشتن، امریکایی ها و اروپایی های دیگر به گونه دیگر نوشتن. این موضوع و مسائل بسیار مهم و اساسی است، ولی با وجود این متوجه هستیم. ولی من که توان گفتگوی تاریخی رو نداشتم، باشم موضوع و مسئله داشتم، ولی حرف در این حال هم درست است که این دکتر حسامی اشاره کردن، یه اصولی از همه اونا میشه برداشت و دریافت کرد که تقریبا به یک ادوار همه جا شبیه همه، یعنی باز مسئله انسانه، باز مثل هابز انسانی است که فردگراست، لذت طلب، خودخواه، به دلیل ضعف به دنبال قدرت، با به دست آوردن قدرت حتما از اون استفاده و سوء استفاده میکنه، دست به مانورایی میزنه برای کسب قدرت، با قدرت ثروت رو به دست میاره، با ثروت شغل و مقام رو به وجود میاره، بعد این مجموعه شرایطی رو فراهم میکنن که تبعیض رو، تفاوت رو به گونه‌های مختلف قائل بشن و در نتیجه کم کم جامعه رو به دو تا قطب دارا و ندار و یا به هر حال قدرتمند و بی قدرت تبدیل کنن، تا اونجایی که میرسه کار به اصل بردگی و بندگی که عده نقش حیوان و یا ماشین رو در ارتباط با دیگران قائل میشن. به همین جهت است که اون رو متوجه هستیم، ولی باز من فکر میکنم قرار بر این شد که آقای دکتر لادی توضیح میدن، میریم بعدم پیام ها رو میشنویم، که ما اگر کوشش کنیم که مخصوصا ارتباط رو با جامعه ایران حفظ کنیم و بریم سراغ حکومت تک نفره یا به هر حال حکومتی که به عنوان پادشاهی یا مونارکی یا هر چی که مایل هستید نام بگذارید، اون روند و بعدم تغییراتش از قرن حالا 12-13 ولی بعدا 14-15-16 در اروپا زمینه فراهم میکنه برای بحثی که مایلیم خودمون رو به ایران برسونیم، و ضمناً نشون میده که اونا
ظرف 300 400 سال به یک اعتبار اگر بشه گفت، یا حداقل 300 سال، حرکت سیاسی و به ویژه دموکراسی چگونه شکل و فرم گرفته و رشد کرده و ما همکنون اگر مایلیم و به نظر میرسه اون نوع حکومت رو میخواهیم، باید با چه آگاهی های از یک طرف همراه باشه و یه آمادگی هایی برای خودمون فراهم کنیم، زیرا مفهوم دموکراسی درست مانند نواختن یه آلت موسیقی است که باید یه حداقلی رو دانست و تمرین کرد و تا به اونجا رسید. در غیر این صورت میتونیم فقط سر و صدای بسیار به وجود بیاریم بی نتیجه. چند دقیقه فرصت هست آقای دکتر، اگر مایل هستید همین قسمت رو میخواید اگر توضیح و نکته مهم دیگری به نظرتون میرسه بفرمایید، بعد بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو شما آغاز کنید به گونه ای که فکر کنید مناسب بیان موضوع ها، مسائل و مشکلات دنیای امروزه. بله، من فقط یک یادآوری تو این چند دقیقه بکنم که اگه یادتون باشه ما راجع به در واقع امپراتوری روم و بعد دلیل انحطاط روم و بعد نقش مسیحیت در شکل دادن به تئوریای سیاسی و حکمرانی مخصوصا بعد از قرن پنجم و سنت آگوستین صحبت کردیم و بعد راجع به در واقع اگر باز یادتون باشه راجع به اینکه چگونه نقش مذهب برای توجیه قدرت حکمرانی و حکمفرمایی استفاده شده بود در اروپا و یک بخشی راجع به رنسانس صحبت کردیم، اما یک تفاوت‌هایی هم قائل شدیم. من امیدوارم وقتی برگردیم همونجوری که دکتر فرمودن، چون اکثر حکومت‌های دنیا مخصوصا در غرب، البته در شرق هم بوده مثل کشور خودمون، پادشاهی بودن برای مدت‌ها، یعنی قرن‌ها پادشاهی موندن و بعد اکثرا پادشاهی مطلق بودن، لازم ما دیدیم که اول راجع به این صحبت کنیم، چون از اون نمونایی که صحبت کردیم که هم افلاطون هم ارسطو راجع به صحبت میکنه، مانارکی یا در واقع پادشاهی از همه بیشتر قدمت داره و از همه بیشتر تداوم داشته. از این منظر اون رو ما امروز بحث میکنیم وقتی برمیگردیم و ببینیم سیر این در واقع حکمرانی در اروپا به کجا کشیده و چه اتفاقی افتاده که به دموکراسی رسیده و قرن 17 دیگه دموکراسی شروع میکنه از توش در اومدن. این رو من فقط خواستم به عنوان یادآوری و در حقیقت یک خلاصه از جلسات گذشته خدمتتون عرض کنم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. من فقط یه یادآوری بکنم که ما 1% تقریبا خاک دنیا، یک شاید کمی بیشتر، و 1% جمعیت دنیا رو تقریبا داشتیم، هم اکنون داریم. یعنی خاک ایران 1-2% جمعیت 80-85 میلیون ما در مقابل 8 میلیارد هم باز 1%. ولی نقشی که ایران در فرهنگ و تمدن ظرف 2500 سال گذشته داشته بین 6-8%. یعنی ما ایرانیان میتونیم کاملا به فرهنگ و تمدن ایران مفتخر و سرفراز باشیم، برای که با ظرفیت 1% 6-8 برابر اون ما به دنیای علم و هنر و فلسفه و فرهنگ و تمدن کمک کردیم. ولی در زمینه علوم سیاسی به خصوص آگاهی کمی داریم، همونطور که درست برعکس در جهت مسائل مربوط به مذهب به ویژه متافیزیک وقتی که مطالعات صورت گرفته معلوم شده که ما در این زمینه اوجی بیشتر از حتی اروپا داشتیم. و به همین جاست که شما اگر وارد بحث فلسفه اولا یا الهیات و یا متافیزیک در مثلا غرب و جهان مسیحی بشید، مجموعه گفت و شنودها و موضوعها و مسائلی که مطرح شده در شرق و مخصوصا ایران به مراتب بیشتر از حتی برای دورانی کل اروپاست. ولی از این بحث که به خاطر مطلبی که جام دکتر شنیده بودند و دوستانی بیان کردند میگذاریم، پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و من از آقای دکتر خواهش خواهم کرد که هر گونه که مایل هستن گفتگو رو آغاز کنند و ادامه بدن. شنگ و رجمند بعد از چند پیام
با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم که در روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد، گوش میکنید. با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی هستیم و من از ایشون خواهش میکنم که گفتگو رو به گونه ای که مایل هستن آغاز بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید. مرسی. ببینید، صحبت باز از امپراتوری روم شد و اینکه در واقع چیزی بعد از فروپاشی یا انحطاط روم از روم نموند و اون چی که جایگزین اون شد یا سعی کرد جایگزین اون بشه به عنوان یک در حقیقت مورد مشترک، نهاد مشترک، یک چسب که جوامع متفاوتی که زیر امپراتوری روم بودن به هم بپیوندونه یا وصل کنه، مسیحیت بود. من یادم میاد هفته پیش باز این بحث رو ادامه دادیم و صحبت کردیم، ولی یه نکته رو باز قابل ضروریه، چون بعد از امپراتوری روم چیزی در غرب به عنوان هولی رومن امپایر، یعنی در حقیقت امپراتوری مقدس روم که در واقع تلفیقی بود از حکومت دنیوی و در واقع تقدس الهی، به وجود اومد که در واقع به عبارتی 1000 سال دوام داشت. تاریخ نویسا از سال 800 میلادی که شارلمان در حقیقت این مقام رو به دست میاره، امپراتور هولی رومن امپایر میشه، مقدس روم میشه، تا تقریبا بعد از ناپلئون، یا وقتی ناپلئون بناپارت خودش رو امپراتور اعلام میکنه، در واقع 1000 سال این به اصطلاح هولی رومن امپایر یا امپراتوری مقدس روم وجود داشته. در واقع این تلفیقی بود از مسیحیت و نقش کلیسا و امپراتوری حکمرانی روم که هر دو رو میخواست احیا کنه یا تلفیق کنه و در حقیقت یک قدرتی بسازه، یک نیروی بسازه که بتونه این جوامع متفاوت، اون جوامع منظورم از آلمان بگیرید تا فرانسه، انگلیس و بعد ایتالیا رو هم حتی چون مرکز کلیسای کاتولیک یا قبل از پروتستانیزم فقط ایتالیا بود، روم بود، اینا رو به هم وصل کنه. یه نکته دیگر هم من ضروریم، بنابراین این دلیل که ما پادشاهی کار داریم و با نقش مذهب یا کلیسا کار داریم به این دلیل هست که هم تداوم این نوع حکومت، هم قدرت این حکومت، هم در حقیقت اعمال قدرتی که باعث شد نه تنها حکومت و مذهب رو تعریف و تعیین کنه، بلکه علوم رو و اشاعه علوم رو، از فیزیک بگیرید تا فلسفه، از زمین تا آسمون رو در بر گرفت. مهم میشه راجع به این صحبت کنیم. من یه نکته رو میخوام اشاره کنم اینجا که فکر کنم ضروری بود، شاید من فکر کنم هم دکتر هلاکویی هم من اشاره کردیم ولی بیرون نیامد اونجوری که باید. شاید ببینید، خود عیسی مسیح یک آدم ضد جنگ و صلح دوستی است. خود عیسی مسیح حتی از نوشته ها، کسی که میگه turn the other cheek، یعنی اون برای صورت رو هم بگیر برای سیلی، کسی که میگه که my kingdom is not of this world، من دنیام، یعنی سلطنتم، حکومتم دنیوی نیست، مال این دنیا نیست، کسی که میگه love thy enemy، یعنی که در واقع دشمن خودت رو هم رو بهش عشق ببر، دوست داشته باش، و کسی که میگه در واقع خشونت رو بذارید کنار، نمیتونه باعث حکمرانی مطلقی بشه که اروپا رو به خاک و خون بکشه، اما کلیسا میتونه این کار رو بکنه. یعنی یک جدایی بین دین و مذهب به طور طبیعی در حرفهای عیسی مسیح هست، ولی نقش کلیسا مخصوصا بعد از فروپاشی یا انحطاط روم بسیار پررنگ میشه
و در واقع یک دکترینی هست توی غرب بهش میگن Two Swords Doctrine, The Doctrine of Two Swords. یعنی در حقیقت دکترین دو تا شمشیری یا دو شمشیری بایستی بگم. یکی شمشیر در حقیقت هست حکمرانی دنیوی و زمینی، یکی دیگرش معنوی و الهی است که در واقع این دو تا قدرت، این دو تا نهاد با هم در رقابتن و آیا متحد بشن، یکی بشن و اروپا رو در حقیقت حکمرانی کنن، یا اینکه بعد موقع میبینید دعواست بین این و اون و بعد با ادونت، با وجود آمدن پروتستانیزم و عواقبش، حکومت یا قدرت مطلق کلیسای روم از بین میره و در واقع بعدن میبینید به جنگ‌های بسیار گسترده مذهبی منجر میشه که مخصوصا اون جنگ 30 ساله‌ای که در اروپا قبل از جنگ جهانی اول شاید بزرگترین و نابود کننده ترین، ددلی ترین، پر مرگ ترین جنگ دنیا بوده. این جنگ های 30 ساله 1618 تا 1648 که باز ریشش مذهبیه و ادامه داره. اما برگردیم به بحث پادشاهی. خب اگر این وجود داشته، دلیل دفعه پیشم صحبت کردیم راجع به لجیتیمیسی یا اونی که ما بهش میگیم حقانیت، هر حکومتی، هر حکمرانی مجبوره برای اینکه مردم رو قانع کنه حکومتش برحقه، یا مردم قانع بشن که این حکومت برحقه و بعد میتونن در واقع اعتماد کنن یا این مردم بپذیرن، قبول کنن این حکمرانی رو و در حقیقت باعث اختلاف و جنگ و انقلاب و شورش نشه، این حقانیت یا لجیتیمیسی مهم میشه. بنابراین هر حکومتی مجبور توجیه کنه، تعبیر کنه، دلیل بیاره که چرا برحق هست. خب مسئله پادشاهی در اروپا به خاطر اینکه با مذهبم عجین شده بود، دو حقانیت خودش رو از دو نوع متفاوت اعلام و در واقع تضمین میکنه و این دو نوع خیلی جالبه. در حقیقت هر دوش یک جورایی به خدا و قدرت کلیسا مربوط میشه. یکیش اون دکترینی هست که ما بهش میگیم Divine Rights of King، یعنی که حکومت یک موهبت الهی است و یک حق خدادادی پادشاه داره و این حق خدادادی در واقع بازخواست پذیر یا مسئول نیست. این حق در واقع اعلام میکنن از یک منظر فلسفه‌ای که اینو قبول دارن که این حکومت درست مثل قدرت خدا، یعنی خدا پادشاهی، بایستی پادشاه هم مثل خدا حق مطلق داشته باشه و بدون چون و چرا باشه و در ضمن هیچ قانون دنیوی یا هیچ ارگان دنیوی نمیتونه این قدرت رو یا این ما بهش میگیم sovereignty. دکتر هولاکوی هم قبلا راجع به این صحبت کردن. ترجمه sovereignty هست حاکمیت، یعنی که اون که در واقع استقلال افراد شخصا ممکنه داشته باشن، کشورها اون sovereignty رو دارن. بعضیاش داخلیه، بعضیاش خارجیه، یعنی که شما سرنوشت خودتون رو خودتون تعیین میکنید، رقم میزنید، یا یک فرد خودش برای خودش تصمیم میگیره. این sovereignty رو در شخص ممکنه داشته باشید، ولی در کشورها یکی که تصمیم رو کی میگیره و آیا یک کشور تمام تصمیم‌ها یا مستعمره نبایستی باشه، بایستی غیر وابسته باشه، یا در سیاست خارجی این که داخلی این که کی این قدرت داره و آیا این قدرت بازخواست پذیر ترجمه واقعا کلمه accountability، یعنی آیا مسئول و بازخواست پذیر قدرت بایستی باشه یا نه، حالا هم قدرت تک نفره شاهی یا پادشاهی. و چون تمثیل یا در حقیقت تشابه قدرتی که خدا
در واقع داره بر انسان در عالم، همون رو بایستی شاه یا پادشاه روی زمین داشته باشه، و چون این موهبتی است از طرف خدا، بنابراین این دکترین یا دکترین دیوین رایتس آف کینگ جا افتاد در اروپا که بله، خدا همونجور که مطلق هست، پادشاه هم مطلق هست و بدون چون و چرا بایستی ازش اطاعت بشه. و هیچ هیچ گروهی و هیچ سازمانی نمیتونه این قدرت رو ازش بگیره. این جزء اولیه این میشه. در حقیقت قدرت نه تنها توجیه میشه، بلکه قدرت مطلقه اینجا صحبتش هست. قدرت مطلقه توجیه میشه. این یه نوع توجیهش بود. در تمام اروپا، یعنی در واقع ایتالیا، انگلیس، فرانسه، آلمان و بعد کشورهای شرق اروپا هم همینجور، این رو در واقع یه نوع توجیه یا حقانیتی بودی که پادشاه میدادن. یه نوع حقانیت دیگه هم هست که من این هم میگم و اون شاید دکتر هولاکوی هر دوی این رو بیشتر بشکافن چون رفتی به مسئله جامعه شناسی هم داره، و اون این است که نوع دوم که حقانیت پادشاه رو در واقع پیش میکشید، اونو ما با تو قرب بهش میگیم پیتریارکی، یعنی پدر سالاری. خب این یه جورایی به خدا مربوط میشه، بعدا عرض میکنم چرا، ولی در مرحله اجتماعی و جامعه شناسی یا جامعه شناختی باید بگم مسئله این که پدر چون در واقع مسئول خانواده است، چون بزرگ خانواده هست و چون مرد هم هست، چون این پیتریارکی به مرد هم مربوط میشه، پدر نقشی رو که در خانواده بازی میکنه همانا که نقش پادشاه در مملکت، یعنی توجیه این که خدا حالا بر این یک قدرت خدا، یکی قدرت پدر در خانواده، باعث توجیه قدرت مطلقه پادشاه و دکترین، این دوتا دکترین در اروپا میشه. من اینجا یه نکته یه اشاره میکنم و بعد ببینم دکتر حتما نکاتی دارن که اضافه کنن به این قضیه. ببینید ما ممکنه امروز اینا رو مسخره کنیم، آقا این چه حرفیه، پدر، پدر سالاری، مرد، مرد سالاری، ولی همین دکترین هاست که امروز ما ممکنه به این نتیجه رسیده باشیم، با وجودی که حتی رسیدیم ولی در جوامعمون نتونستیم این رو از بین ببریم. هم قدرت مرد در جامعه، حتی در جامعه مثل آمریکا که جامعه نوعی هستند، یعنی قدمت ندارن مثل ایران، مثل یونان، مثل مصر، مثل چین، حتی مثل انگلیس، این مسئله هنوز وجود داره. و بعد مسئله خدا پادشاهی و اون موهبت الهی که در واقع سهه میذاره، قبول میکنه، حقانیت میده به این، این دوتا ادامه داره. من بر میگردم و رفتشو به مسئله ایران هم میبینید الان، ولی بعد توضیح میدم که چگونه این خود نوع حکومت پادشاهی و پادشاهی مطلقه یا مطلق در واقع چاله میشه برای اروپا که این قدرت رو مهار کنه یا رام کنه و بعد این رو در واقع قانونمند کنه و از همه اونتر بازخواست پذیر کنه. دکتر من اینجا استاپ میکنم. ببینم. خواهش کنم. ببینید آقای دکتر، برای اینکه بتونی با سرعت برسیم به اونجایی که میخواییم، توضیحات شما بسیار مفید و درست است. هدف این هست که کوششی که در اروپا شد این بود که به نوعی خداوند هم دانا و تواناست و هم قدرتمنده و هم هرچه داریم از اوست، یعنی روزی ما در اختیار اوست، و با توجه به شرایط اون زمان مخصوصا نوع حکومت‌هایی که بودند، حالا نه از نظر تولید اقتصادی بلکه با توجه به حفاظت از اموال مردم، بعد با لشکرکشی ها و به دست آوردن غنایم، حتی کنیز و غلام، و اون رو بین افراد تقسیم کردن، نقش شبه خدایی در جهان بازی می کردن. و بنابراین برای مردم مسئله و مشکلی نبود که بپذیرند اینکه پادشاه که در ایران میگفتن سایه خداست، در حقیقت
نماینده اوست و مخصوصا انتخاب او رو، چون هم خودش مدعی بود هم اطرافیانش، به خورد مردم میدادن که یه موهبتی است که به او داده شده برای مواظبت و مراقبت از شما، پس شما هم قراره از اون مواظبت و مراقبت بکنید و انتظار و توقعی نداشته باشید، مسئولیتی هم نداره، قرار هم نیست مورد پرسش یا سوالی قرار بگیره. و بعدم برای اینکه این موضوع رو، چون در کتاب‌های آسمانی متأسفانه پد جوری این مسئله سنگین و شدید آمده، چون نمیخوام وارد بحثی بشم که باعث خاطر دوستانی به خاطر اون آزرده بشه، آمدن از دو تا اصل استفاده کردن، یکی احترام respect و یکی اطاعت obedience. یعنی اصلا مسئله انسانی شد به طوری که پسری دختری که احترام به پدر و مادرش نگذاره، مثلا پدر، و یا اطاعت از او نکنه، اصلا مستوجب مرگ، یعنی میشه کشتش. و این همون چیزیست که بعدا میبینیم در آزار آسیبی که به ویژه پدران به فرزندان و بعدا حتی آسیب زدن به بدن اونها داشتن رو میشناسیم. و در نتیجه کاملا مشخص است که آنچه که متعلق به خدای خوب و مهربان بود، حالا آدمای بد نامهربان دقیقا خودشون رو دارن اونجا قرار میدن و به اون جنبه های دیگه توجه میکنن. چون مسئله احترام اگر قرار بود فقط رعایت آداب و ادب باشه، من هیچ مسئله باش ندارم، ولی حرف از احترام این است که احترام پدر واجبه، یعنی هرچه او گفته رو تو باید انجام بدی، حتی بد است و غلط است و اشتباه است و مخالف اصول اخلاقی و انسانی. شما میدید تا اونجا ما رفتیم، یعنی این چیزیست که پدر میخواد، حتی بعدا دخالتش فرض کنید در جهت ازدواج فرزندش و یا اصلا تصمیم برای این که پسرم باید با کی ازدواج کنه، دخترم با کی، و این اصلا هیچ دلایلی ارتباط به اون پسر و دختر نداشت، بلکه فقط به اون صلاح و مصلحتی بود که پدر غالب اوقات برای خودش داشت، برای که انسان رو میشناسیم که چگونه عمل میکنه، برای که وقتی بهش این امکان و فرصت دادی معلومه تا کجا پیش خواهد رفت و بعدا به تدریج هم تصور میکنه چه حالی رو داره. بنابراین در اروپا این وضعیت با توجه به اینکه اونا همون نقش خدا رو بر روی زمین ایفا میکنن داشتن، اما کار دیگری هم میکردن. پاپ ها اونا جایی که خودشون قدرت رو نداشتن، تاج سلطنت رو اونا بر سر پادشاهان میگذاشتن، یعنی حالا از این طریق تایید میکردن که آنچه که این آدم پادشاه شده، حالا ما تایید روحانیش هم میکنیم. حالا در میانشون چه داد و ستدایی بود، برخی از اوقات چه دوستی ها و همکاری ها و فتنه گری هایی بود، یا برخی از اوقات حتی چه جدال هایی بود، اونو در تاریخ میشناسیم. و بعدم این رو به تدریج اینقدر جا انداختند که به عنوان اصل، که معمولا در فرهنگ های شرقی مثل فرض کنید ترکان عثمانی به عنوان سنت میشناختن، چون این لغت سنت یا تردیشن یه معنای خاصی داشت. این بود که شما خیلی راحت میدیدید که مثلا فرزندان یه پادشاه و یا پسر عموها، حالا دخترها که معمولا مطرح نبودن، در مورد که کی بعد از این میتونه پادشاه باشه تقریبا یه توافقی داشتن و هر کسی که میخواست خارج از اون سنت حرکت کنه یا از اون اصل حرکت کنه حتی کشته میشد و حتی به بدترین صورت ممکن مجازات میشد. یعنی این رو به این دلیل عرض میکنم که کسانی به یک اعتبار یه دزدی کردن و یه قدرتی رو به دست آوردن، خودشون نماینده خدا دونستن، جنبه های خوب و مثبت خدایی رو رها کردن، جنبه های بد و منفی رو به صورتی که ابدا شایسته انسان نیست رو پیاده کردن و ازش سوء استفاده کردن، به طنز اتفاقا برای برهم ریختن اوضاع قدرت در اروپا گفته شده که اروپا در قرون اخیر آمد رفت سراغ اصل تساوی، یعنی گفت من واقعا تساوی رو میپذیرم، برابری میام، ثروت رو برای خودم نگه میدارم، اما وظایف و مسئولیت ها و مواظبت و مراقبت از فقرا و بیچارگان و بیماران رو میذارم به عهده دولت. برابری شما یه دفعه متوجه میشید که کلیساها ثروتمندترین سرمایه‌داران جهانند و یا پادشاهانشون ثروتی دارند که ابدا اصلا قابل تصور نیست، این پادشاه فرض کنید ملکه انگلستان یا پادشاه انگلستان یا فرض کنید کلیسای کاتولیک، و
و بعدم تازه بسیاری از این منابع غیر قابل استفاده است، یعنی هفته یه روز 2 ساعت 4 ساعت مردم میرن توش، بس 164 ساعت دیگر هفته خالیه و ازش هیچ استفاده ای نمیشه و تازه چه هزینه هایی داده شده، اونم تازه به چه گونه ای از کجا چه چیزهایی آوردن و اونم به یه صورت کاملا نامناسب، ولی در جنبه نمادینش به صورت خدا و قدرت خداست، یعنی ساختمان های عظیم با حالات متفاوت و همطور که عرض کردم لباس های عجیب و غریب پوشیدن که کاملا خودشون رو از بقیه تفکیک کنن که ما اصلا به یه گروه طبقه دیگری از ما بهتران تعلق داریم. این وضعیت در غرب بود، در شرق هم به نوعی آمد و در نتیجه فرض کنید ظرف 1500 سال یا 1300-400 سال گذشته و بعد به تدریج خلفای بنی امیه و بنی عباس و بعدن فرض کنید آنچه که به عنوان حکومت عثمانی میشناسیم، شما کاملا میتونید ببینید که اینها هم چه نوع ارتباطاتی اعضای خانواده با هم داشتن، هم بعدن چه حقی برای خودشون قائل بودن و چقدر راحت و آسوده در ثانیه تصمیم برای بریدن سر کسی میگرفتن و اون رو انجام میدادن و هرگز هم در مقابل هیچ کس مسئول نبودن، ولی به دلیل این قدرت اونها از یه طرف و توانشون در زمینهای مختلف و به ویژه تایید مذهبی و تفرقه مردم و پراکندگیشون و ضعف و زبونیشون تونستن یه چیزی نزدیک 1000 سال بدترین نوع ظلم رو بر این مردم حاکم و مسلط کنن، ولی در این حال هم میدونیم در شرایطی بودن که درگیر جنگ و کشتار و خونریزی بودن، یعنی اون اوضاع رو در اون زمان بیشتر و بهتر میشه فهمید، ولی به تدریج که یک شرایط و امکانات بیشتری و بهتری فراهم شد و ما وارد هزاره دوم مسیحیت میشیم که من فکر کنم ما کم کم باید به اونجا برسیم، تغییرات و دگرگونی هایی هم در اروپا و هم در شرق تا حدودی اتفاق افتاد. البته حکومت هایی مانند حکومت هایی که در چین بودن یا در هند بودن، اونا از یه مسیر دیگری رفتن، ولی باز اونها هم در اصول و کلیاتشون به مقدار زیادی شبیه و مانند چیزی بودن که ما در خاورمیانه داشتیم یا در اروپا داشتیم و به همجاست که نمونه برجسته اونها اون حرکت و هجوم مغول هاست که به هر حال مناطقی از چین رو پشت سر گذاشتند و سرازیر شدند و یا به گونه هایی در قسمت های مختلف جهان نقشی ویرانگر رو ایفا کردند. بنابراین ما با اجازه آقای دکتر بعد از پیام ها اگر مطلبی هست میفرمایید، ولی اگر بشه ما وارد هزاره دوم بشیم و آنچه که گذشته یا اگر لازم هست قبلش، که ما به تدریج چرا یه زمینه ای فراهم شد برای حکومت هایی که همکنون من و شما با اونها روبرو هستیم و یا چه نوع حکومتی متناسب با قرن 21 چه برای امریکا که همکنون در یه چنین بحرانی به یک اعتبار هست و یا اروپا که با توجه به تغییراتی که در اتحادیه اروپا پیدا شده و یا اصولا در خاورمیانه و دگرگونی های احتمالاً 100 سال اخیر ما با چه مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم. امیدوارم بتونیم برسیم. اجازه بدید پیام ما رو بشنویم.